درود بر شما بچه ها، میخوام یه چند تا راهکار ساده بهتون بگم تا سرعت گوشیتون بیشتر و بیشتر بشه. اول از همه توی سیتینگ، توی قسمت سیری اند سرچ، اینجا خب همونجور که میدونید سیری همواره فعاله و توی تمام اپلیکیشن ها داره میگرده رفتار شما رو ببینه تا بتونه بهترین ساجست ها و پیشنهاد ها رو بهتون بده. این پایین یه لیستی از تمام اپلیکیشن هایی که سیری باهاشون سر و کار داره وجود داره. شما خیلی راحت میتونید وارد هر کدوم از اینها بشید و دسترسی های مختلف رو برای اون قطع کنید و اینجوری هم مصرف باتریتون کمتر میشه، هم یک مقدار گوشیتون راحت تر هستش و سرعت بیشتری رو به شما ارائه میده. اتفاق بعدی بچه‌ها توی قسمت جنرال اینجا توی آیفون استوریج گوش اینجا، پیشنهاد من به شما اینه که هر حجم گوشی که دارید 128 256 64 حتی 500 هر گوشی هر حجمی که دارید حتما 20% از فضای حافظه گوشیتون رو خالی بذارید. اونم به این شکله که اینجا یه گزینه هست برای عکسایی که پاک کردید، میتونید اونا رو از توی سطل آشغالتون ریسنتلی دیلیتتون هم پاک کنید. یه گزینه دیگه هم اینجا همه اپلیکیشن ها رو براتون آورده که هر کدوم چه حجمی رو دارن مصرف میکنن. به طور مثال ام پلیر من که برای فیلمه تقریبا 11 گیگی داره مصرف میکنه و من میام ببینم این 11 گیگ چیان، بجز حالا سریالی که دارم میبینم چند تا فیلم دیگه هم هستش. به طور مثال اینجا فیلم کیلر لایت 2.7 گیگ، فیلم ساوند آف متال 2.3 گیگ، اینا رو خب اگه من دیده باشم خیلی راحت میتونم بکشم کنار و پاکش کنم و حجم کمتری رو روی گوشی من نگهداری کنه. و همینجوری همه اپلیکیشن ها رو شما میتونید استفاده کنید و اونهایی که حجم اضافه بر سازمانی دارن استفاده میکنن رو پاک کنید تا سرعت گوشیتون بیشتر بشه. یه تنظیمات دیگه برای دوربینه. خب دوربین خیلی مهمه به خاطر اینکه عکس هایی که دیگه دوربین های جدید آیفون میگیرن خیلی حجم زیادی دارن به خاطر کیفیت بالاشون. ما میریم توی قسمت کامرا اینجا و یه سری تنظیمات رو من میخوام اینجا بهتون بگم. یه کدوم از این تنظیمات که خب خیلی باهاش سر و کار داریم توی فرمت، برای کامرا کپچر عکس هایی که دوربینتون میگیره روی حالت موست کامپتیبل و های افیشنسی، های افیشنسی رو بزنید تا حجم کمتری عکس ها بگیرن و کیفیتشون هم خیلی دست نمیخوره، حجم کمتری یه ذره کامپرس میشن. از اون طرف اپل پرو را رو اگر عکاس نیستید، اگر ادیت روی عکساتون انجام نمیدید، اپل پرو را رو غیر فعال کنید. من فقط وقتی که میخوام یه سری کارهای خاص بکنم با عکسا میام اپل پرو را رو روشن میکنم، 4 تا عکسمو میگیرم دوباره خاموشش میکنم، خیلی نذارید روشن باشه. و اتفاق بعدی رکورد ویدیوتون روی 4K نباشه اگر جای کمی دارید. من فضای گوشیم زیاده، خب فعلا 4K فیلم برداری میکنم، ولی اگر فضاتون خیلی محدود بود روی 1080 و 720 فیلم برداری انجام بشه. یه اتفاق دیگه ای هم که هستش توی iOS 14 توی سیتینگ یه دونه بخش اومد به اسم اپ استور که توش یه سری تغییرات ما داشتیم. دوتا گزینه اپس و اپ آپدیت اینجا وجود داره و زیرشون هم سلولار دیتا گزینه اوتوماتیک دانلود داره که مال من بسته است. وقتی که بچه‌ها با گوشیتون میخواید کار کنید، سلولار دیتا یعنی اینترنت خطتون، اینو اگر خاموش نذارید از اینترنت خطتون استفاده میکنه برای دانلود و توی بک‌گراند داره برنامه ها رو آپلود، دانلود و آپدیت میکنه. بنابراین گزینه های اتوماتیک رو کلا خاموش کنید که سرعت گوشیتون بیشتر بشه و گوشیتون داغ نکنه و توی بک‌گراند واسه خودش یه سری کارا انجام نده و شما ندونید اون کارا چیه. بچه ها بریم سراغ یک تفکر بسیار بسیار غلط. توییتر، اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و اینها بازن. به طور مثال این طرف ما سافاریمون هم مثلا بازه. ببینید بچه ها، برای اینکه سرعت گوشیتون بیشتر بشه و CPUتون کمتر آزار و اذیت ببینه، این تفکر غلط رو بذاریم کنار که از توی اپ سویچر همه اپ ها رو ببندیم. سافاری رو میبندیم، اوکی، اما اپ های مثل واتساپ و اینستاگرام و توییتر و اینایی که سوشالن رو تو روزمره زیاد ازشون مصرف داریم و خواهشن از اینجا از تو اپ سویچر نبندید. بذارید سوشال ها خودشون باز باشن، خود گوشی مدیریت میکنه مقدار مصرف و دیتای باتری و دیتا و ایناتون رو و هی این باز و بسته کردن باعث میشه گوشیتون کنتر بشه، سی پی یو بیشتر مصرف بشه، سی پی یو بیشتر تلاش کنه واسه باز کردن اپلیکیشن ها و خیلی اتفاق جالبی نمیفته. به نظر من اپ ها رو بذارید سوشال ها و اپ های روزمره ای که استفاده میکنید باز بمونن و کاری بهشون نداشته باشید.
یه چیز مهمی که توی عمل کرده باتری و دیتا و این اتفاقات گوشیتون خیلی مصرف داره بچه ها، قسمت ناتفیکیشن های توی ستینگ. توی این قسمت ناتفیکیشن ها بیاید، تمام اپلیکیشن هاتون اینجا هستن و مدیریت کنید ناتفیکیشن ها رو. به طور مثال همین الان فیسبوک من آفه، چون من خب همش فیسبوک روی لپتاپم و خیلی هم دیگه جدیدن از فیسبوک استفاده نمیشه، اما اپ هایی که نیاز نیست رو واقعا آف کنید، نذارید ناتفیکیشنش روشن باشه. هر چقدر ناتفیکیشن میاد داره از گوشی شما تغذیه میکنه و این باعث میشه که یک مقدار سرعت گوشی بیاد پایین‌تر. یه اتفاق دیگه هم توی iOS 14 ویجت های هوم اسکرین هم که توی بک‌گراند بازن، این ویجت ها همشون باز موندن، دارن باتری و سی پی یو مصرف میکنن و اون چیزایی که مورد نیازتون نیست، من باتری و تقویم رو مثلا نیاز دارم ولی ببین دیگه ویجت دیگه نیست، ریمایندر هم که خب ریمایندره دیگه اسمش روشه، به جز اون چیزایی که خیلی مصرف دارید بقیه ویجت ها رو ببندید، پاک کنید که خیلی روی گوشیتون نباشه و اذیتتون نکنه، چون هم باتری مصرف میکنه هم سی پی یو هم چیزهای دیگه. یه دونه اتفاق دیگه هم بچه توی سافاریه که هر چقدر صفحات بیشتری توی سافاری باز باشه، توی بک‌گراند این صفحات دارن رفرش میشن، دیتا، باتری، سی پی یو مصرف میکنن. دستتون رو روی این گزینه تب ها نگه دارید، کلوز دیس تب، اگر تب های دیگه ای داشته باشید، مثلا من یه تب دیگه وا میکنم، یه تب دیگه هم وا میکنم، اینو که نگه میدارم اون کلوز دیس تب بود اونجا، الان کلوز آل تری تبز، همه تب ها رو ببندید یک بار برای همیشه، شروع کنید مرتب از سافاری استفاده کردن و سعی کنید کاراتون رو تو دو سه تا تب بیشتر باز و بسته نکنید. یه دونه اتفاق دیگه ای هم که میخواستم بهتون بگم، هر چند روز یک بار گوشیتون رو ریبوت کنید، خیلی کمک میکنه این ریبوت کردن. برای ریبوت کردن دکمه بالا، دکمه صدا زیاد کردن رو یک بار فشار میدید، دکمه صدا کم کردن رو یک بار فشار میدیم، دکمه کناری رو انقدر نگه میداریم تا لوگه اپل بیاد و بعد دستتون رو بر میدارید تا گوشی ریبوت بشه، عملکردش بهتر میشه، رمتون یک مقدار تخلیه میشه و اضافه جات گوشی به قول خودمون پاک میشه. دمتون گرم که بچه ها با من همراه بودید. مجموعه این کارها رو اگر انجام بدید مقداری سرعت گوشیتون بهتر میشه، فضای گوشیتون بازتر میشه و باتریتون هم کمتر مصرف میشه. ممنون و فعلا خدا نگهدار. هر سیبی سیوپ نیست. جهت دانلود اپلیکیشن به www.cvap.com مراجعه فرمایید.